بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، انشالله که جور و صحت باشین با فامیل های عزیزتان. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و چین علا خودتان. امروز بر شما کلچه مربادار آماده می سازم. به خاطر عید قربان خواستم که یک کلچه خوشمزه آماده کنم تا شما بتانین به آسانی به خانه هایتان تیار بسازین. مواد لازم: یک بسته 250 گرام مسکر مندازم، خوب کت میکنم و دو دانه تخم مرغ مندازم. تخم مرغ که انداختم خوب لط میزنم، البته مخلوط میکنم، و یک پیاله شکر 200 گرام اورام انداخته خوب لط زد، البته مخلوط کرده تا کاملا خود شکر نرم کنه. بعد از آن یک پیاله روغن 200 میلی لیتر است، البته دل شما که 150 انداختین یا 200 روغن هم اندازم. یک قاشق غذاخوری ونیل مندازم، مایه ونیل. بعد از ونیل یک قاشق چای بیکینگ پودر هم اندازم. بعد از بیکینگ پودر یک پاکت یا یک قاشق غذاخوری شکر ونیل مندازم. بعد از آن 5 پیاله آرده مانده مندازم به این کلچه 1000 گرام میشه. و 1 پیاله آرده جواری هم مندازم 200 گرام. دوستای عزیز، بعد از آرد جواری 4 پیاله آرد دیگر را مندازم. دوستای عزیز، 1 پیاله روغن به شما گفته بودم، از او 1 پیاله روغن نیم پیالهش مانده بود. من بر شما به خاطر میگم که اگر شما 200 میلی لیتر نمندازین به این کلچه، میتونین 150 پرتین. غیر از آن 200 میلی لیتر به این کلچه کافیسته. دوستای عزیز، حالا دیگه چیزام اضافه میکنم به این خمیر. 1 پیاله یا 1.5 پیاله چهار مغز میده شده را مندازم، بسیار خوشمزه میسازه، به داخل از این کلچه انداخته میشه. حالا 1.5 پیاله، البته 1 پیاله چهار مغز مندازم، خوب سعی با این خمیر گت میکنم، بسیار خوبش میه. بعد از آن خمیره انبار میکنم. دوستای عزیز، آب آلای بر روی قالب خمیره مندازم و با کمک دست انبار میکنم.
دوستای عزیز ببینین خمیرم وار شد. آله با پنجه روی کلچه را میزنم تا کلچه پف نکنه. میمانم که کلچه به مو رقمه که انوار کردیم به می رقم پخته شود. دوستای عزیز خمیر کاملا انوار شد. کلچه آل به داش میگذارم. به درجه 180 یا 200 میمانم. با 15 یا 16 دقیقه کلچه آماده میشه. دوستای عزیز کلچه آماده شد. زیاد سرخ نکردیم کلچه را. آل از این مربا بر روی کلچه میزنم. دوستای عزیز پیش از اینکه مربا را بر روی کلچه بزنم کمی گرم میکنم، بر روی منقل میمونم، به ظرف میندازم، خوب شور میدم که گرم شود. بعد از آن بر روی زی کلچه میزنم، مربا را میزنم، بسیار خوبش میاد. خودتان میبینین که با کمک چاقو دورای کلچه را میگیرم تا کلچه مقبول تر بیاید. دوستای عزیز مربای زردالو را بر روی کلچه میزنم. خودتان میبینین چقدر با آسانی مربا بر روی کلچه زده میشه چون مربا گرم است. بعد از مربا چهار مغز میریزم بر روی کلچه. شما اگر دوست ندارین چهار مغز میتونین پسته یا خسته بر روی کلچه بندازین، او دل خود شماست. و چهار مغز میندازم، یک پیاله است یا یک و نیم پیاله بر روی کلچه میندازم و با یک ساعت یا دو ساعت میگذارم تا کاملا کلچه سرد شود. دوستای عزیز میخواییم که کلچه هم بیتر شوه. رویشه از این دارک چاکلیت مندازم و نیم دانشه میده کردیم، نیم دانه چاکلیت. با این روی از این آب جوش با کمک قاشق شور داده تا کاملا به می رقم به می شکل شوه. بعد از آن برای کلچه این چاکلیت را میدازم. دوستای عزیز روی کلچه را با کمک قاشق چاکلیت میدازم. بسیار خوبش میاد. اگر شما براتون مشکل بود که با قاشق نتونستیم میتونیم با داخل پلاستیک پرتیم و برای کلچه چاکلیت انداخته و تیار کنید. دوستای عزیز بعد از آن که چاکلیت انداختم بروی کلچه میگذارم کلچه را به هوای آشپزخانه به یک ساعت دو ساعت یا تمام شب میمانم بروی البته به هوای آشپزخانه تا کاملا کلچه سرد شوه و چاکلیتی که برویش انداختیم کاملا خود بسته کنه سرد شوه. بعد از اون کلچه را با کمک چاقو لوزی لوزی توته میکنم و با شما نشان میدم. دوستای نازنین خودتان میبینیم که با کمک چاقو البته توته توته میکنم. کلچه را بسیار خوبش میه. ای کیک نیست، کلچه است. شاید بعضی کسا بگوین کیک است نی. من خودم خواستم که با شما آسان تر بسازم، وقت کم بگیره، با آسانی تیار شد کلچه. دوستای عزیز و میربان کلچه آماده شد. بسیار کلچه خوشمزه است، البته کلچه مربادار. دوستای نازنین و میربان انشالله که ویدیو مورد علاقه شما قرار گرفته باشه، لذت برده باشین از دیدن از این کلچه خوشمزه. حتما تیار کنین، حتما خوشم میاد. دوستای عزیز ایده پیش از پیش ایده قربانه و شما تبریک میگم. انشالله که ایده خوش داشته باشیم با فامیل های عزیزتان، با صحت کامل، یک ایده پر از صفا داشته باشیم.
وقت شما رو دیگه نگرفته، شما رو به الله پاک سپرده، اوقات خوش داشته باشه این دوی از نویزی کرونا. الله حافظ و نصر شما.